سلام مخاطبان عزیز. الکتریسیته نقش بسیار مهمی در زندگی ما داره. اما الکتریسیته چی هست؟ مواد از ذراتی به نام اتم تشکیل شدن. اتم ها دارای ساختاری هستند که در اون هسته و مدارهایی که الکترون ها در اون حرکت می کنن. الکترون ها دارای بار منفی هستند و پروتون دارای بار مثبت در مرکز هسته. نوترون ها هم در هسته قرار دارند و بار ندارند. تفاوت رسانه های الکتریکی و نارسانه ها یا عایق های الکتریکی اینه که در رسانه های الکتریکی الکترون های مدارهای آخر خیلی مقید نیستن، بنابراین میتونن آزادانه حرکت کنن و همین حرکت باعث میشه که جریان الکتریکی رو انتقال بدن. اما در نارسانه ها تقید وجود داره. بدن ما هم رسانه است. برای همین سیم های حاوی برق رو از پوشش عایق می سازن تا این جریان از بدن ما انتقال پیدا نکنه. مواد در حالت عادی خنثی هستن. اگر تعدادی الکترون به دست بیارن یعنی بار منفی پیدا می کنن و اگر الکترون از دست بدن بار مثبت. الکترونه که انتقال پیدا میکنه، پروتون حرکت نمیکنه. ما میتونیم اجسام رسانا رو با تماس باردار کنیم، اما اجسام نارسانا نیازمند صرف انرژی هستن، مثلا مالش. اگر ما روی موکت حرکت کنیم در اثر مالش الکترون ها از موکت به بدن ما انتقال پیدا میکنه، یعنی بدن ما دارای بار منفی میشه چون الکترون کسب کرده موکت بار مثبت. وقتی تماس پیدا میکنه با یه جسم فلزی این تخلیه الکترون موجب میشه جرقه بزنه، همون چیزی که ما در تماس هم با افراد وقتی که لباس پشمی تنمون هست بار منفی داره بدنمون و وقتی با یک نفر دست میدیم جرقه زده میشه. قانون پایستگی بار وجود داره. الکترون از بین نمیره، به وجودم نمیاد، بلکه انتقال پیدا میکنه. بارو با کیو نشون میدن، واحدش کولن هست. یک الکترون 1.6 ضرب در 10⁻¹۹ کولن بار داره. بنابراین به تعداد الکترونایی که به دست میاره یه جسم دارای بار میشه. وقتی هم الکترون از دست بده دارای بار مثبت میشه. الکتروسکوپ وسیله‌ای که برای تعیین بار الکتریکی یه جسم در آزمایشگاه ها استفاده میشه. یک کلاهک فلزی داره. در پایین میبینید 2 برگه فلزی بسیار نازک داره، نباید زیاد وزن داشته باشه. ما وقتی یه جسم باردار رو نزدیک میکنیم، مثلا یه میله پلاستیکی که مالش داده شده، در اثر مالش ما میتونیم اجسام نارسانا رو باردار کنیم. میله پلاستیکی وقتی با پشم مالش داده میشه، از اونجایی که الکترون دهی پشم از پلاستیک بیشتره، بنابراین الکترون‌ها منتقل میشه روی میله پلاستیکی. بعد به کلاهک فلزی الکتروسکوپ که نزدیک کنیم الکترون های کلاهک فلزی به پایین منتقل میشن همونطور که در شکل میبینیم موجب میشه که دو برگه فلزی از هم دور بشن. چرا؟ چون بارهای همنام همدیگر را دفع میکنن. هر دو برگه فلزی انتهای الکتروسکوپ داره بار منفی میشن در اثر القا، چون تماس ندادیم. به محض اینکه میله شیشه‌ای رو دور میکنیم، دوباره میبینیم در شکل ب دو برگه به هم نزدیک میشن، چون دیگه باردار نیستن، حالت خنثی دارن، دلیلی نداره از هم دور بشن. اینکه تماس و مالش دو جسم نارسانا موجب پیدا شدن چه نوع بار الکتریکی میشه، به پدیده الکترومالشی یا ترایبو الکتریک مربوط میشه. میبینید که یه سری از این مواد رو در این سوال خصوصیت ترایبو الکتریکش رو داده، بعد سوال کرده کدام گزینه درسته. وقتی میگه انتهای منفی سری یعنی چی؟ یعنی جذب الکترون در اون بیشتره. تفلون، پلاستیک، موی گربه، پشم، شیشه، موی انسان. انتهای مثبت سری یعنی اینکه خصوصیت الکترون دادنشون بیشتره. اگر موی انسان رو با شیشه مالش بدیم، کدوم بار منفی پیدا میکنن، کدوم بار مثبت؟ موی انسان انتهای مثبت سریه، بنابراین موی انسان مثبت، شیشه بار منفی. اما اگر پلاستیک و تفلون در تماس طولانی باشن با هم، پلاستیک اگر درب شیشه‌ای یک تابه در زمان طولانی با کف تفلونی آن در تماس باشد، الکترون ها از کف ظرف به درب منتقل می شود. توی این جدول می بینیم شیشه و تفلون کجا نسبت به هم قرار دارن. شیشه کمتر تمایل داره به اینکه الکترون به دست بیاره، بنابراین شیشه مثبت، تفلون منفی. بنابراین این که گفته الکترون ها از کف که تفلون هستن به درب که شیشه هستن منتقل میشه اشتباهه. یعنی بالعکس، الکترون ها از شیشه به تفلون منتقل میشن. دومی گفته وقتی روی فرش راه می روید و پس از مدتی یک جسم فلزی با پایه عایق را لمس می کنید، ممکن است احساسش رو که الکتریکی کنید. همه چی درسته الا پایه عایق. وقتی پایه عایقه دیگه جریان الکترون از بدن ما که کسب الکترون کرده در اثر مالش اتفاق نمیفته، بنابراین شوک الکتریکی هم رخ نمیده. ما وقتی در رو لمس میکنیم، در با زمین تماس داره، بنابراین ما شوک رو حس میکنیم. وقتی هم با کسی دست میدیم، اگر اون طرف تماس با زمین نداشته باشه، باز شوک الکتریکی رخ نمیده. گزینه 3 گفته در ساختار ماده پشم شیشه در اثر تماس دائم، پشم بار مثبت، شیشه بار منفی پیدا می کند. باز نادرسته، برعکسش رو نوشته. شیشه به انتهای مثبت سری نزدیکتره، بنابراین شیشه بار مثبت، پشم بار منفی. گزینه 4 درسته، اما ببینیم برای چی. در شرایط یکسان و در اکثر موارد مالش یک شانه پلاستیکی با موی انسان بار بیشتری به شانه منتقل می کند تا مالش همان شانه با موی گربه. پس ما شانه پلاستیکی رو داریم، میخوایم مقایسه کنیم موی انسان رو با موی گربه. موی انسان انتهای مثبت سریه، موی گربه کمتر تمایل داره به اینکه الکترون از دست بده. تو این جدول هر کدوم سمت راست سر هستن یعنی بیشتر الکترون دوست دارن از دست بدن، چون بیشتر مثبت شدن دیگه در اثر مالش. در مورد الکتروسکوپ، اگر جسم بارداری رو تماس بدیم با کلاهک الکتروسکوپ همنام با بار اون جسم باردار، برگه های پایین الکتروسکوپ بار پیدا میکنن. مثلا یه میله ابونیتی پلاستیکی رو با پشم مالش دادیم، بار منفی پیدا کرده، به کلاهک تماس میدیم، بار منفی انتقال پیدا میکنه به کلاهک، بعد بار منفی به برگه ها هم انتقال پیدا میکنه، برگه های فلزی پایین، موجب میشه که کلاهک، برگه ها، الکتروسکوپ داره بار منفی پیدا بشه براش و برگه ها از هم دور بمونن به خاطر اینکه بار منفی دارن. حالا اگر میله پلاستیکی رو دور کنیم باز الکتروسکوپ بار منفی شو داره. این با القا فرق میکنه. تو القا میله باردار رو نزدیک میکردیم، درسته برگه ها دور میشدن از هم تو الکتروسکوپ، اما وقتی دور میکردیم میله باردار رو، چون الکتروسکوپ خنثی هست، الکترون ها برمیگشتن سر جاشون توی کلاهک و بعد برگه ها میچسبیدن به هم، حالت خنثی. اگر بخوایم الکتروسکوپ رو باردار کنیم به روش تماس، همون باری که میخوایم ایجاد کنیم رو تو جسم باردار داشته باشیم، تماس بدیم، همون بار رو کلاهک، برگه های فلزی پیدا میکنه. اما به روش القا مخالف بار جسم بارداری که نزدیک میکنیم ایجاد میشه. الان یک میله شیشه‌ای که با پارچه ابریشمی مالش داده شده رو دارای بار مثبت کردیم، حالا نزدیک میکنیم به کلاهک فلزی الکتروسکوپ. شکل الف میبینید برگه های فلزی پایین الکتروسکوپ دارای بار مثبت شده. اینطور نیستش که چون میله شیشه‌ای که داره نزدیک میکنیم بار مثبت داره، بارهای مثبت رو به پایین انتقال میده. اصلا بار مثبت انتقال پیدا نمیکنه، بلکه الکترون ها از پایین از برگه های فلزی جذب میشن به سمت بالا در اثر کمبود الکترون در برگه های فلزی که ابتدا حالت خنثی بودن، حالت باردار، بار مثبت پیدا میکنن، از هم دور میشن. بعد در شکل ب دستمون رو تماس دادیم با کلاهک فلزی، الکترون از سطح زمین میاد بالا. چرا؟ به خاطر اون میله شیشه‌ای بار مثبتی که وجود داره. جذب میشه الکترون از زمین و باعث میشه که اون بارهای مثبتی هم که در اثر القا ایجاد شده خنثی بشن، اما مقداری بار منفی روی برگ‌های فلزی میمونه. وقتی که در حالت پ یعنی ادامه همین آزمایش دستمون رو جدا میکنیم، میله شیشه‌ای رو دور میکنیم، توزیع بار منفی الکترون بیشتری در پایین داریم. چرا؟ چون دیگه میله شیشه‌ای نیست که بارهای منفی رو، الکترون ها رو اون بالا نگه داره، میان توزیع میشن، بنابراین دور میشن از همدیگه برگه های فلزی. اگر همین آزمایش القا رو با میله ابونیتی یا پلاستیکی که دارای بار منفی هست انجام بدیم. مرحله اولش الکترون ها به سمت پایین میرن چون بار میله ابونیتی منفیه. دفع باعث میشه که بار منفی توی برگه های فلزی پایین الکتروسکوپ ایجاد بشه. بعد که در مرحله دوم دست رو تماس میدیم، الکترون از الکتروسکوپ انتقال پیدا میکنه به سطح زمین. و در مرحله سه وقتی که دور میکنیم میله پلاستیکی و دستمون رو برداشتیم، برگه های فلزی دور میشه، بار مثبت پیدا میکنه. گفتیم الکتروسکوپ برای تعیین بار یه جسم باردارم میتونه استفاده بشه، به این صورت که اگر ما الکتروسکوپ رو دارای بار معینی بدونیم چه باری داره در نظر بگیریم. مثلا اینجا شکل سمت چپ الکتروسکوپ دارای بار منفی، برگه هاش هم از هم دوره. اگر یه جسمی رو نزدیکش کنیم، برگه های فلزی از هم دور بشن یعنی دورتر بشن، یعنی همنام با بار الکتروسکوپ اون جسممون که اینجا بار منفی بودنش مشخص میشه چون میدونیم الکتروسکوپ داره بار منفیه. هرچی نزدیکتر کنیم به دلیلی که الکترون های بیشتری به برگ های فلزی پایین الکتروسکوپ منتقل میشن، این فاصله بیشتر میشه. حالا اگر الکتروسکوپمون دارای بار مثبت بود و این جسم باردار منفی رو نزدیکش میکردیم، نمیدونستیم بارش منفی اما میدونستیم الکتروسکوپمون بار مثبت داره، چه اتفاق میافتاد؟ برگه ها نزدیکتر میشد. اگر این میله رو نزدیکتر میکردیم باز برگه ها نزدیکتر میشد. چرا؟ چون الکترون های موجود رو از کلاهک به برگه ها انتقال میداد، موجب میشد که از مثبت بودنشون کم بشه، بنابراین کمتر از هم دور بشن. پس اگر جسم بارداری رو نزدیک الکتروسکوپ دارای بار معینی کنیم دورتر بشه، یعنی جسم باردارمون همنام با الکتروسکوپه. اگه نزدیکتر بشه یعنی مخالفشه. یه آزمایش دیگه ای هم میتونیم طراحی کنیم. اگر دو میله رو نزدیک کردیم، در یک فاصله معینی قرار دادیم یکسان از الکتروسکوپ دارای بار، یعنی یه بار یه میله رو، بعد دیدیم یه فاصله ای گرفت، بعد یه میله دیگر رو یه فاصله بیشتری گرفت، اونی که بار بیشتری داشته موجب شده برگه های فلزی از هم دورتر بشن که همنام هم بودن. اما اگر نزدیکتر بشه هر دوتا، اونی که موجب شده نزدیکتر بشن دارای بار مخالف بیشتریه. پس برای تعیین میزان باردار بودنم یعنی مقایسه کردنم میتونیم از الکتروسکوپ دارای بار استفاده کنیم. این آزمایش رو در نظر بگیریم که دیگه میخوایم تماس بدیم به یک الکتروسکوپ دارای بار مثبت. یه میله دارای بار منفی رو نزدیک میکنیم به یک الکتروسکوپ دارای بار مثبت. تو قسمت ب میبینیم که به دلیل اینکه الکترون ها رو نسبت به الف از کلاهک فلزی به پایین انتقال میده، یه مقداری برگه های فلزی به هم نزدیک میشه، یعنی ما داره بار منفی رو به برگه های فلزی القا می کنیم. بعد پایین تر می بریم تو قسمت پ، باعث میشه الکترون های بیشتری به پایین منتقل بشن، بنابراین تا جایی که حتی ممکنه اینها به هم بچسبن برگه های فلزی، یعنی این بار القایی انقدر باشه که موجب بشه که برگه های فلزی کاملا به هم بچسبن، یعنی بار مثبتی که وجود داشته رو خنثی کنه. بعد که تماس میدیم در قسمت ت، میبینیم مجددا برگه های فلزی در پایین از هم دور میشن. چرا؟ چون بار منفی پیدا کردن در اثر تماس. ما با الکتروسکوپ میتونیم آزمایش رسانا بودن و نارسانا بودن یه جسمم بررسی کنیم. تو همه این آزمایش هایی که ما میله های باردار رو نزدیک الکتروسکوپ میکردیم دستمون دستکش بود، چون اگر با دست بدون دستکش این میله ها رو چه بار مثبت چه بار منفی داشته باشن آزمایش کنیم حالت خنثی پیدا میکنن. اگر میله شیشه‌ای دستمون باشه الکترون ها از زمین از دست ما انتقال پیدا میکنه، میله خنثی میشه. اگر میله پلاستیکی دارای بار منفی دستمون باشه الکترون ها انتقال پیدا میکنه به دستمون و به زمین، بعد خنثی میشه. اما از همین خصوصیت یعنی از رسانا بودن بدنمون میتونیم استفاده کنیم برای تشخیص رسانا بودن یه جسم یا نارسانا بودنش. به چه صورت؟ الکتروسکوپ دارای بار رو در نظر بگیریم، بعد بدون دستکش جسم مورد آزمایش رو که میخوایم بررسی کنیم این جسم رسانای الکتریسیته است یا نارساناست تماس میدیم با الکتروسکوپ. اگر برگه ها به حالت خنثی یعنی اولیه چسبیده به هم در بیان یعنی جسممون رساناست، اگر نه همون حالت بمونن یعنی نارساناست، الکترون رو انتقال نداده چه از زمین اگر الکتروسکوپ دارای بار مثبت بوده باشه اولیه، چه از الکتروسکوپ اگر الکتروسکوپ دارای بار منفی بوده، چون دست ما دیگه در حالت بدون دستکش رساناست با زمین تماس داره. یک میله شیشه‌ای را با پارچه ابریشمی مالش می‌دهیم و آن را به آرامی به کلاهک الکتروسکوپ شکل زیر که بار مثبت دارد نزدیک می‌کنیم. چه تغییری در انحراف ورقه‌های الکتروسکوپ ایجاد می‌شود؟ درسته نباید حفظ کنیم میله شیشه‌ای مثلا با پلاستیک یا موی گربه نسبت به موی انسان خصوصیت الکترومالشیش به چه صورته، اما دو مثال خیلی زیاد توی کتابا مطرح شده، کتابای فیزیک دوره دبیرستان، یکی میله شیشه‌ای یا پارچه ابریشمی که میله شیشه‌ای بار مثبت پیدا میکنه، یکی میله پلاستیکی یا ابونیتی و پارچه پشمی که میله پلاستیکی بار منفی پیدا میکنه. اینجا وقتی میله شیشه‌ای دارای بار مثبت و نزدیک کلاهک فلزی می‌کنیم موجب میشه الکترون‌های بیشتری از برگه‌های فلزی به سمت بالا حرکت کنند، بنابراین برگه‌های فلزی دارای بار مثبت بیشتری میشن، بنابراین از هم دورتر میشن. بار القایی در کلاهک فلزی منفیه، در برگه های فلزی مثبته. این با ایجاد بار به روش القا کردن متفاوته ها. توی روش ایجاد بار به روش القا کردن ما توی مرحله تماس رو داریم، اینجا فقط القای بار رو میگیم چی هست. توی القا دو سمت داره جسمی که داره بهش القا میشه. وقتی ما اینجا میله شیشه بار مثبت و نزدیک کلاهک فلزی میکنیم بار منفی یعنی الکترون ها از پایین میان بالا، بنابراین در کلاهک فلزی داره بار منفی القا میشه، در برگه های فلزی که پایین هست داره بار مثبت القا میشه. پس ما یه روش به دست آوردن جسم باردار به روش القا داریم که مخالف بار جسم بارداری هست که نزدیک میشه برای القا کردن. مثلا اگر بخوایم روی یک جسم بار منفی ایجاد کنیم نیازمند یه میله شیشه‌ای با بار مثبت هستیم. یه میله شیشه‌ای با بار مثبت رو به یک کلاهک فلزی نزدیک می‌کنیم. بارای منفی در یک سمت میان، طرف دیگه مثبت میشه. بعد دستمون رو که تماس میدیم الکترون از زمین انتقال پیدا میکنه روی کلاهک فلزی، بنابراین بار منفی پیدا میکنه. حالا میله شیشه‌ای رو دور کنیم، بار منفی میمونه. اینکه چرا از زمین انتقال پیدا میکنه الکترون به کلاهک فلزی به دلیل مفهومی هست که به نام اختلاف پتانسیل. ما وقتی اون میله شیشه‌ای رو نگه داشتیم کنار فلز، نسبت به زمین که پتانسیلش صفر هست موجب میشه نیروی جاذبه‌ای ایجاد بشه، الکترون ها رو از زمین انتقال بده به گوی فلزی. اگر بخوایم پیچیده تر مسئله مطرح بشه، گفته مراحل ایجاد بار الکتریکی به روش القا در دو کره فلزی. دو کره رو با هم تماس داده که هر دو یه بار داشته باشن. البته در حالت ابتدا میتونیم خنثی هم در نظر بگیریم، پایه هاشون هم عایقه. بعد یه میله دارای بار منفی، مثلا یه میله پلاستیکی که مالش داده شده با پشم، نزدیک میکنیم به کره فلزی آ. شکل دومو داره از چپ توضیح میدم. الکترون ها مقداریشون انتقال پیدا میکنن به کره فلزی B، میخوان دور بشن، نیروی دافعی ایجاد میشه دیگه. بعد در حالی که هنوز این میله دارای بار منفی نزدیک کره A هست، کره B رو دور میکنم. حالا چه اتفاقی میفته؟ کره B دارای بار منفی هست، کره A الکترون از دست داده، دارای بار مثبته. اینجا جسم باردارمون تماس پیدا نکرد با جسم خنثیمون، اما ما تونستیم ایجاد بار کنیم. باری هم که ایجاد کردیم هم مثبت بود هم منفی. البته برای یه جسم نبود، برای دو تا جسم بود. تماس هم با زمین نداشتیم. اما پرسش هایی که مربوط به قانون کولن هست، قانون کولن در مورد نیروی بین بارهای ساکنه، الکتریسیته ساکن یا الکتروستاتیک. استاتیک یعنی ثابت، دینامیک یعنی حرکت. نیرو یعنی چی؟ یعنی هل دادن یا کشیدن. دوباره الکتریکی یا همدیگر رو جذب میکنن یا همدیگر رو دفع میکنن. اگر هم نام باشن، هر دو مثبت باشن یا هر دو منفی باشن، همدیگر رو دفع میکنن. اگر غیر هم نام باشن، جذب میکنن. کولن بررسی کرد، دید اندازه این دفع کردن یا جذب کردن با حاصل ضرب اندازه بارها رابطه مستقیم داره و با مجذور فاصله بارها رابطه عکس داره. قانون کولن به این صورت بیان میشه: کا که یه ضریب ثابت هست ضرب در Q1 Q2 به روی R2. کا ثابت کولن هست، اندازش 9 ضرب در 10 به توان 9. واحدش چیه؟ اگه بخوایم واحد کا رو پیدا کنیم، یعنی بعدش رو پیدا کنیم، کافیه کا رو یه طرف تنها کنیم. طرف چپ نیرو واحدش نیوتونه، R به توان 2 میشه متر به توان 2، Q1 Q2 هر کدوم واحد بار میشه کولوم به توان 2. بنابراین واحد ثابت کولن میشه نیوتن متر 2 به روی سی به توان 2 یا کولن به توان 2. نیرو یک کمیت برداریه، اما قانون کولن اندازه یا بزرگی این نیرو رو به ما میده. اگه بخوایم نیرو رو نشون بدیم به چه صورت وارد میشه، الان دوتا بار Q1 و Q2 مثبت هستن، دافعه دارن. F1 و 2 یعنی نیرویی که بار 1 به بار 2 وارد میکنه سمت راست، چون همنام هستن دافعه. F2 نیرویی هست که بار دوم به بار اول وارد میکنه به سمت چپ. واحد بار الکتریکی کولونه. گفتیم کولن ضریبی هست از تعداد بارهای الکترون. هر الکترون 1.6 ضرب در 10 به توان منفی 19 کولن هست. حالا هر چقدر الکترون به دست بیاره یه جسم به همون میزان بار منفی، و اگر از دست بده متناسب با حاصل ضرب تعداد الکترون ها ضرب در 1.6 ضرب در 10 به توان منفی 19 کولن بار داره، بار مثبت. پس قانون کولن اندازه نیروی بین بارهای ساکن رو به ما میده. هر چقدر اندازه هر کدوم از بارها بیشتر بشه، چون رابطه مستقیم داره با اندازه بارها، بنابراین اندازه نیرو بیشتر میشه. اما فاصله که بیشتر بشه، نیروی بین بارها اندازش کمتر میشه. چه جاذبه در نظر بگیریم چه دافعه. مثل دوتا آهنربا رو در نظر بگیرید، وقتی از هم دور هستن، خیلی هم دور باشن دیگه تقریبا نیروی بینشون صفره. وقتی نزدیک میکنیم، اگر جاذبه باشه خیلی شدید دوست دارن اینا به همدیگه جذب بشن. ما باید نیرو صرف کنیم برای غلبه بر نیروی جاذبهشون. اگرم همنام باشن، وقتی که نزدیک هم میشن ما خیلی باید نیرو وارد کنیم تا اینها به هم نزدیک بشن. دوباره الکتریکی Q1 به اندازه 2 میکروکولن، Q2 برابر با 4Q1 در فاصله 20 سانتیمتری از یکدیگر قرار دارن. نیرویی که بار Q1 به بار Q2 وارد میکند چند برابر نیرویی است که بار Q2 به Q1 وارد میکند. چون کولن واحد بزرگیه، از واحد میکروکولن استفاده میکنن، واحد متداول برای بارهای ساکن میکروکولونه. هر میکرو 10 به توان منفی 6ه. 2 میکروکولن میشه 2 ضرب در 10 به توان منفی 6 کولن. وقتی بار Q1 2 میکروکولن، بار Q2 4 Q1، بار Q2 میشه 4 ضرب در 2 یعنی 8 میکروکولن. دوباره همنامه، هر دو مثبته، نیروی بینشون دافعه است. وقتی میگیم نیروی بینشون دافعه است، نه نیروی وسطشون دافعه است. نیرویی که 1 به 2 وارد میکنه و نیرویی که 2 به 1 وارد میکنه در جهت این هستش که از هم دور بشن. نیروی بار 1 به 2 F1 و 2 و نیروی بار 2 به بار 1 F2 و 1. از باری که منشأ نیروه به باری که نقطه اثر نیروه، اول اونی که داره نیرو وارد میکنه، شمارش رو میداریم به جایی که وارد میشه نقطه اثر، شماره بعدی F21 یعنی بار دو به بار یک، نیرویی که بار دو به بار یک وارد میکنه. اندازه نیروی بار یک به بار دو برابر با نیروی بار دو به بار یک، عمل و عکس العمل. اینجا هم قانون دوم نیوتن هست، K Q1 Q2 به روی R2. به جای K میذارم 9 ضرب در 10 به توان 9، Q1 2 ضرب در 10 به توان منفی 6، Q2 8 ضرب در 10 به توان منفی 6. باید واحد SI باشه، فاصله 30 سانتی متر یعنی 0.3 متر ضرب در 0.3 متر یعنی 0.09 متر مربع، یعنی 9 ضرب در 10 به توان منفی 2 متر مربع. 9 با 9 ساده میشه. صورت 10 به توان منفی 6 10 به توان منفی 6 میشه 10 به توان منفی 12 با 10 به توان 9 میشه 10 به توان منفی 3، 10 به توان منفی 2 مخرج میاد صورت میشه 10 به توان 2 با 10 به توان منفی 3 صورت میشه 10 به توان منفی 1 ضرب در 2 ضرب در 8 میشه 1.6 نیوتن. البته فقط خواسته بود بگه که F1 و 2 با F2 و 1 چه نسبتی داره، با همدیگه برابرن، اما من اندازشم به دست آوردم، 1.6 نیوتن. دوباره الکتریکی Q1 و Q2 در فاصله R از یکدیگر نیروی F را به یکدیگر وارد می کنن. اگر هر یک از بارها را 2 برابر و فاصله بین دو بار را نصف کنیم، نیروی بین دو بار چند برابر حالت قبل می شود. هم تو ریاضی هم تو فیزیک از این دسته مسائلی که المانی هست برخورد میکنیم. مثلا میگن حجم یک کره با شعاع آر وقتی که شعاع 2 برابر میشه چند برابر میشه. اینجا هم گفته اگر بار Q1 و Q2 رو در فاصله آر داشته باشیم، نیرویی که وارد میکنن به یکدیگر F باشه، حالا هر کدوم از بارها رو 2 برابر و فاصله 2 بار رو نصف کنیم، نیروی بین دو بار چند برابر حالت قبل میشه. حتی تو این مسائل هم میتونیم شکل رسم کنیم تا یه مقداری به ما اعتماد به نفس این رو بده که شروع کردیم به حل. در حالت اول Q1 و Q2 رو در فاصله R داریم، نیرویی که 1 به 2 وارد میکنه با نیرویی که 2 به 1 وارد میکنه برابر با F. K Q1 Q2 به روی R2 این F. از این حالت یه حالت ثانویه‌ای داریم که اندازه 2 بار 2 برابر شده، Q1 شده 2Q1، Q2 شده 2Q2. دو بار با هم برابر نیستن ها. فاصله R بوده نصف میشه، یعنی میشه R دوم. این حالت ثانویه رو نیرویی که بار اول به بار دوم وارد میکنه، یعنی 2Q1 به 2Q2 وارد میکنه رو F پریم 1 و 2 در نظر گرفتم، میشه K ضرب در 2Q1 ضرب در 2Q2 به روی R دوم به توان 2. ساده کنم 2Q1 ضرب در 2Q2 میشه 4Q1 Q2. K هم که ضرب میشه در صورت R دوم به توان 2 میشه R2 چهارم. دور در دور نزدیک در نزدیک بخوام کنم به 4 Q1 Q2 مخرج 1 بدم، 4 R2 چهارم میاد در 4 4 Q1 Q2 ضرب میشه، میشه 16. میشه 16 K Q1 Q2 به روی R2. K Q1 Q2 به روی R2 همون Fه. بنابراین F پریممون 16Fه. ما به جای اینکه بیایم تقسیم کنیم، یعنی بگیم F پریم به روی F میشه 16K Q1 Q2 به روی R2، بعد به جای F هم بذارم تو مخرج K Q1 Q2 به روی R2، بعد دور در دور نزدیک در نزدیک کنم، گفتم K Q1 Q2 به روی R2 Fه. برای این F پریم میشه 16F. اگر ما یه نقطه رو وسط بین دو بار انتخاب کنیم، برایند نیروهای وارد بر اون چقدره؟ آیا صفره؟ نه. بار مثبتی رو اگر در وسط در نظر بگیریم، توی مسائل خواهیم دید برایندگیری به چه صورته. به صورت برداری برایندگیری میکنیم. بردار برایند که به دست اومد، اندازه بردار برایند رو به عنوان اندازه برایند نیروها حساب میکنیم. این قسمت بسیار نیازمند به تسلط روی مبحث بردار هاست. دو کره فلزی رسانه‌ای مشابه روی پایه های عایقی قرار دارند. اگر بار روی آنها مثبت 3Q و منفی Q باشد، در فاصله R از یکدیگر نیروی F را به یکدیگر وارد می کنند. اگر دو کره را برای یک لحظه به یکدیگر بچسبانیم و مجددا در همان فاصله R از یکدیگر قرار دهیم، نیروی الکتریکی بین دو کره چند برابر حالت قبل می شود. می دونیم اگر دو جسم فلزی رو با هم تماس بدیم، بارها چون دو جسم مشابه هستن توزیع مساوی پیدا میکنن، یعنی حاصل جمع جبری بارها تقسیم بر دو میشه بار هر کره بعد از تماس. اگر یکی بار Q داشته باشه، یکی بار منفی Q، با هم تماس بدیم، یه مقدار الکترون زیادتر از حالت خنثی داره، همون مقدار اون یکی کره که بارش مثبته کمبود الکترون داره. وقتی با هم تماس میدیم، الکترون ها توزیع متناسب بشن، هر دو کره خنثی میشن، تعداد الکترون و پروتون برابر. اما وقتی که مثل اینجا یکی از کره ها مثبت 3Q، کره دیگه منفی Q هست، به چه صورت؟ کره‌ای که منفی Q هست الکترون زیاد داره، چقدر؟ به اندازه منفی Q. مثبت 3Q یعنی کمبود الکترون داره، چقدر؟ 3 برابر کره‌ای که اضافه الکترون داره. اینا رو وقتی تماس بدیم، منفی Q با 3Q جمع میشه تقسیم بر دو. حالا چرا تقسیم بر دو؟ چون تو کره مشابه هم هستن، مثل یه جسمی میشن، توزیع مساوی. در حالت ابتدا نیروی بین اونها Fه، اما فرمولی که به دست میاد K ضرب در 3Q ضرب در Q تقسیم بر R2. ما تو قانون کولن مثبت و منفی بودن بار را لحاظ نمی کنیم، اندازه بار را قرار میدیم. F میشه 3K Q2 به روی R2. اما حالتی که تماس میدیم و بعد جدا میکنیم، بار هر کره گفتیم حاصل جمع جبری تقسیم بر 2. 3Q به علاوه منفی Q میشه 2Q تقسیم بر 2 میشه Q. پس بار هر کره میشه Q. بعد دور میکنیم، در همون فاصله R قرار میدیم. میخوایم بدونیم در این حالت نیرویی که دو کره به هم وارد میکنن، یعنی بارهای دو کره به هم وارد میکنن، چه نسبتی با حالت قبل داره. K Q2 به روی R2، F پریم به F میشه کا Q2 به روی R2 به روی به جای F گذاشتم 3 کا Q2 به روی R2 که ساده کنم میشه 1/3. دو گلوله کوچک فلزی هنگامی که در فاصله 12 سانتیمتری از هم قرار دارند یکدیگر را با نیروی 10 نیوتنی دفع می کنند. دو گلوله را با هم تماس داده و این بار در فاصله 15 سانتیمتری از هم قرار می دهیم. باز همان نیروی 10 نیوتنی را به هم وارد می کنند. بار گلوله ها قبل از تماس چند میکروکولون است. من اینو اگر بخوام بی دقت حل کنم، با وجود اینکه راه حل و بلد هستم، به چه صورت میتونم حل کنم؟ خیلی مهمه در مسائلی که در کنکور میاد، مانند یک جوشکاری تو هر لحظهش ما دقت و حواس شیشتونگو داشته باشیم. ببینید چطور یه نفر با وجود اینکه قانون کولن رو میدونه، روی مباحث نسبت و چند برابر شدن حالت اول و دوم در ریاضی تسلط داره، وقتش رو میذاره برای این مسئله اما به جواب نمیرسه. ببینیم میاد در نظر میگیره دو کره یا دو گلوله فلزی، هر کدوم بارش کیو نه، باراش با هم متفاوته. وقتی که نمیگه مساویه، متفاوت، تو این مسئله دقت داره. اما کجا بی دقتی میکنه ببینیم. میاد میگه که بار کیو رو برای کره اگر در نظر بگیره و کیو پریم یه حالته، میتونه کیو 1 و کیو 2 در نظر بگیره. من کیو 1 و کیو 2 در نظر میگیرم چون حالت دوم که فاصله اونها 15 سانتی متر میشه رو میخوام کیو پریم در نظر بگیرم. پس دو گلوله فلزی رو داریم، تو فاصله 12 سانتی متری از هم قرار دارن. بار یکی Q1، بار یکی Q2. از اونجایی که همدیگر رو دفع میکنم، بنابراین هر دو رو مثبت در نظر میتونم بگیرم. همنامن، یا مثبت یا منفی. فرمول قانون کولن رو براش می نویسم. میگم تو این حالت F برابر با K Q1 Q2 به روی R2. میگید قانون کولن نیرو رو به ما میده. اینجا که نیرو رو 10 نیوتن داده، من میخوام با استفاده از عددی که قانون کولن تو این مسئله به من داده معادله‌ای به دست بیارم بر حسب بارها، چون بار گلوله ها رو قبل از تماس خواسته. بعد از تماس هم یه معادله‌ای براش باید بنویسم. اندازه نیرو بعد از تماس رو دور کردن تا فاصله 15 سانتی متر با 10 نیوتنه. تا اینجا درسته. بعد بار دو کره یا دو گلوله بعد از تماس چجوری به دست میاد؟ گفتیم اندازه جبری دو بار تقسیم بر دو، Q1 به علاوه Q2 تقسیم بر دو. اینم درسته. Q پریم بار دو کره بعد از تماس و بعد تو فاصله 15 سانتی متری بار Q پریم رو از همدیگه قرار دادیم. معادله‌ای که برای حالت اول هست 10 مساوی با K Q1 Q2 به روی R 12 سانتی متر، یعنی 12 صدم متر. R به توان 2 میشه 12 صدم به توان 2. برای حالت دوم که تماس دادیم بعد دور کردیم تا فاصله 15 سانتی متری میشه کا کیوپرین ضرب در کیوپرین میشه کیوپرین بتوانید و به روی آر دو که فاصله 15 سانتی متر میشه 15 صدم به توان دو. اینجا هم درست. این دو معادله رو دارم. معادله کیوپریم مساوی Q1 به علاوه Q2 تقسیم بر 2 هم دارم. سه معادله سه مجهول. مجهولامون Q1 Q2 کیوپریم. دستگاه سه معادله سه مجهول به چه صورت حل میشه؟ مثل دستگاه دو معادله دو مجهول. ما دستگاه دو معادله دو مجهول رو تبدیل میکنیم به دستگاه یک معادله مجهول، متغیر رو به دست میاریم در دیگری قرار میدیم، اون یکی متغیر هم به دست میاریم. دستگاه سه معادله سه مجهول رو باید تبدیل کنیم به دستگاه دو معادله دو مجهول، بعداً دستگاه دو معادله دو مجهول رو به معادله خطی و بعد به همین ترتیب متغیر رو به دست میاد. من میام f رو تقسیم بر f پریم میکنم، یعنی دو معادله f و f پریم رو در نظر میگیرم، طرفای چپ رو تقسیم بر هم، طرفای راست رو تقسیم بر هم. f و f پریم 10 هست، تقسیم بر هم میشه 1. طرفای راست رو که تقسیم میکنم بیدقتی میکنم، دور در دور نزدیک در نزدیک f به روی f پریم طرفای راستش رو جابجا نوشتم، یعنی Q1 Q2 به روی Q پریم به توان 2 میشه ضرب در 225 144 نه 144 225. و این باعث میشه که وقتی که حل کنم به جواب نرسم. من دیگه ادامه ندم این راه حل غلطو و درستش رو ببینیم. یه معادله داریم Q' مساوی Q1 به علاوه Q2 تقسیم بر 2. وقتی که بارهای Q1 و Q2 روی کره ها رو تماس میدیم، توزیع یکسان، جمع جبری بارها تقسیم بر 2. در حالت اول که بارها Q1 و Q2 بود نیرو 10 نیوتن، در حالت دومم 10 نیوتن. F تقسیم بر F پریم شد 1 K Q1 Q2 به روی 12 صدم به توان 2 به روی K Q پریم به توان 2 به روی 15 صدم به توان 2. دور در دور نزدیک در نزدیک کنیم K ساده میشه، دورها کدومه Q1 Q2 ضرب در 15 صدم به توان 2، نزدیکها 12 صدم به توان 2 ضرب در Q پریم به توان 2. مجهولا رو یه طرف نگه داشتم Q1 Q2 به روی Q پریم به توان 2، 12 صدم به توان 2 میره سمت چپ صورت، 15 صدم به توان 2 از صورت سمت راست میره مخرج سمت چپ. از اونجایی که داره تست حل میکنیم لازم نیست Q1 Q2 یا Q پریم رو به دست بیاریم، کافیه ببینیم کدام یکی از اعداد در معادله ساده شده صدق میکنن. تا اونجایی که میتونیم پیش میریم تا بتونیم به جای Q1 و Q2 اعداد رو قرار بدیم و ساده شده یه عبارت رو ببینیم به ازای چه Q1 و Q2 برقراره. اگر به جای Q پریم Q1 به علاوه Q2 دوم قرار بدم میشه Q1 Q2 به روی Q1 به علاوه Q2 دوم به توان 2 که برابر 12 صدم به توان 2 به روی 15 صدم به توان 2. از دو طرف جذر میگیرم، 12 صدم به توان 2 میشه 12 صدم، 15 صدم به توان 2 میشه 15 صدم. طرفای راستم هر کدوم از صورت و مخرج میره زیر رادیکال، میشه رادیکال Q1 Q2 به روی رادیکال Q1 به علاوه Q2 دوم به توان 2. رادیکال Q1 Q2 خودش میمونه اما مخرج میشه Q1 به علاوه Q2 دوم. دور در دور نزدیک در نزدیک کنم طرف راستو و طرف چپ هم صدما رو ساده کنم میشه 12 15 مساوی با دو رادیکال Q1 Q2 به روی Q1 که به علاوه Q2. باز 12/15 همو میتونم به 3 ساده کنم، میشه 4/5. مساویه با دو رادیکال Q1 Q2 به روی Q1 به علاوه Q2. برای اینکه امتحان کردن گزینه ها ساده تر بشه، این دویی که ضرب شده در رادیکال Q1 Q2 رو هم میبرم سمت چپ، میشه 4/10 برابر با رادیکال Q1 Q2 به روی Q1 به علاوه Q2 که اگر به جای Q1 و Q2 2 و 8 بذارم میبینم که تساوی برقراره، یعنی بار Q1 اگر 2 میکروکولون و بار Q2 8 میکروکولون باشه این رابطه طرف چپ با طرف راست برقراره. 8/10 همون 4/5. پرسش بعدی گفته دوبار الکتریکی Q1 و Q2 در فاصله R از یکدیگر نیروی F را به هم وارد میکنند. فاصله بین دو بار را چگونه تغییر دهیم تا نیروی بین دو بار به F4 برسد؟ فهم مسئله قدم بزرگی هست در حل مسئله. تصور میکنیم دوباره Q1 و Q2 در فاصله R نیروی F وارد میکنن. گفته فاصله بین دو بار را چگونه تغییر دهیم تا نیروی بین دو بار به 1/4 اولیه برسد. وقتی میگه F4 یعنی 1/4 اولیه. اگر بخوایم تشریحی حل کنیم به صورت کامل پاسخ بدیم به این صورته. باز من اینجا یه شکل ساده‌ای برای مسئله در نظر میگیرم، حالت اول و حالت دوم. حالت اول اینه که دوباره الکتریکی داریم Q1 و Q2 در فاصله R از یکدیگر قرار دارن، یعنی فاصله شون آره. طبق قانون کولن نیرویی که به یکدیگر وارد میکنن K Q1 Q2 به روی R2 که گفته F در نظر بگیریم. اگه بخواد مسئله رو پیچیده تر کنه میتونه اینجوری بگه در حالت اول F2 در نظر بگیرید. باز شبیه همین مسئله‌ای که داره حل میکنیم حل میشه. در حالت دوم F شده F4، فاصله چی باید باشه؟ میذاریم R پریم. پس F4 مساوی K Q1 Q2 به روی R پریم به توان 2. من اینجا میخوام یه نوع دیگه از اشتباهو بگم که ممکنه در حل یه مسئله پیش بیاد و اونم این اشتباهه. بگیم F4 مساوی با K Q1 Q2 به روی R پریم به توان 2، F رو تنها کنیم، بعد بگیم در حالت اول داشتیم F مساوی K Q1 Q2 به روی R2، در حالت دوم F شده 4K Q1 Q2 به روی R پریم به توان 2. بعد اینجا میگم R2 مساوی با 4 به روی R پریم به توان 2، یعنی اون قسمت های یکسان K Q1 Q2 رو گذاشتم کنار، اما اومدم نوشتم R2 مساوی با 4 به روی R پریم به توان 2. کجاش اشتباهه؟ باید بگم 1 به روی R2 مساوی با 4 به روی R پریم به توان 2. وقتی من نوشتم F مساوی 4 K Q1 Q2 به روی R پریم به توان 2، K Q1 Q2 درست، طرف چپ هم که F، 1 به روی R2 تو رابطه اول دارم، حالت اول مقایسه کنم با حالت دوم 4 به روی R پریم به توان 2 دارم. حالا میخوام بگم R پریم چه نسبتی داره با R2، R پریمو بر حسب R باید بنویسم میشه آر پریم به توان دو مساوی 4 آر دو، از دو طرف جذر میگیرم آر پریم میشه 2 آر. اما اگر بخوام تستی حل کنم میگم حالت اول KQ1 Q2 به روی R2 باید یه مخرج 4 ایجاد کنه در حالت دوم، بنابراین R باید به 2R تبدیل بشه، یعنی فاصله 2 برابر بشه. اما توی گزینه ها گفته 2 برابر نه، بر حسب نزدیک کردن و دور کردن گفته. گزینه 3 که میگه بار Q1 را به اندازه R از بار Q2 دور میکنیم، یعنی در حقیقت همون 2 برابر کردن فاصله Q1 و Q2. دوباره الکتریکی Q1 مساوی 1 میکروکولون و Q2 مساوی منفی 1 میکروکولون در فاصله R از یکدیگر نیروی F را به هم وارد میکنن. نیمی از بار Q1 را برداشته و به بار Q2 اضافه میکنیم. در این صورت در همان فاصله قبلی نیروی بین دو بار چند برابر میشود. بار Q1 نصف بشه میشه نیم میکروکولون. این نیم میکروکولون رو برمیداریم اضافه میکنیم به منفی 1 میکروکولون، بنابراین بار Q2 میشه منفی نیم میکروکولون. پس یه حالت اولیه داریم که بار Q1 و Q2 1 و منهای 1 میکروکولونن هر کدوم، و در حالت دوم نیم و منهای نیم میکروکولون میشن. میخوایم ببینیم نیرویی که در حالت دوم وارد میکنن چند برابر نیروی حالت اوله. اگه بخوایم از طریق تستی حل کنیم میگیم در حالت اول هر دو اندازشون از لحاظ قدر مطلق یکیه، تو قانون کولن هم اندازه بارها مهمه. بعد دوبار نصف بشن یعنی 1 دوم ضرب در 1 دوم، بنابراین میشه 1/4. اما اگه بخوام از طریق تشریحی حل کنیم به چه صورت؟ تمامی راه حل‌های تستی از دل راه حل‌های تشریحی به دست میاد. تا وقتی نتونیم روی راه حل‌های تشریحی تسلط داشته باشیم، راه حل‌های تستی حفظیاتی میشه که در جلسه 4 ساعته کنکور به یاد آوردنش خیلی سخته. ما در جلسه کنکور به یاد داشته باشیم که با چه شرایط و وضعیتی مواجه هستیم. تنها چیزهایی به یاد ما میاد که عمیقاً اونها رو فهمیده باشیم. 2 بار داریم، یکی 1 میکروکولون یکی منفی 1 میکروکولون. F اگر بخوایم از لحاظ اندازه حساب کنیم میشه KQ1 Q2 به روی R2 9 ضرب در 10 به توان 2 ضرب در دیگه یک ننوشتم، بنویسم 1 ضرب در 10 به توان منفی 6. 1 میکروکولون همون 10 به توان منفی 6 کولونه. منفی 1 میکروکولونم اندازه بار 10 به توان منفی 6 کولون، فاصله هم که آ. در حالت دوم نیمی از بار Q1 رو برداشتیم به بار Q2 اضافه کردیم، که البته اینجا من باید بالای Q2 می نوشتم منفی نیم میکروکولون. اما از لحاظ اندازه نیرو میشه 9 ضرب در 10 به توان 2 ضرب در نیم ضرب در 10 به توان منفی 6 ضرب در نیم ضرب در 10 به توان منفی 6 به روی R2. حالا اگر F پریمو تقسیم برای F کنیم میشه 1/4. چرا؟ 9 ضرب در 10 به توان 9 ساده میشه، R2 هم ساده میشه، 10 به توان منهای 6 هم ساده میشه، 1/2 ضرب در 1/2 میمونه که میشه 1/4. البته از طریق تشریح میتونیم از این طریق هم بگیم F مساوی KQ1 Q2 به روی R2. بعد از اونجایی که هر کدوم بارها رو میبینیم نصف شده، بنابراین میشه KQ2 ضرب در Q2 به روی R2، که از اینجا هم میتونیم بگیم F پریم مساوی با 1/4 F. دوباره الکتریکی مشابه Q بر حسب میکروکولون در فاصله R از یکدیگر نیروی 640 نیوتن را به هم وارد می کنند. اگر 2 میکروکولون از یکی برداشته و به دیگری اضافه کنیم، در همان فاصله قبلی از یکدیگر نیروی 600 نیوتن را به هم وارد می کنند. در این صورت بار کیو چند میکروکولون است؟ تو مسائلی از این چنین رابطه نزدیک ریاضی و فیزیک رو خواهیم دید. در حالت اول دوباره مشابه کیو بنا به قانون کولن کا کیو1 کیو2 به روی آر2، از اونجایی که کیو1 با کیو2 برابر با کیو هست میشه کا کیو2 به روی آر2 که گفته مساوی با 640 نیوتن. تو حالت دوم 2 میکروکولون از بار کیوی بر می داریم، به اون یکی بار 2 میکروکولون رو اضافه می کنیم. پس بار یکی میشه کیوه منهای 2 میکروکولون، بار یکی دیگه میشه کیوه به علاوه 2 میکروکولون کا کیوه به علاوه 2 در کیوه منهای 2 به روی آر2. صورت اتحاد مزدوجه کیوه به علاوه 2 کیوه منهای 2. تو این حالت هم گفته نیروی بین دو بار 600 نیوتن. ما الان 2 معادله داریم، 2 مجهول. اما هدف ما به دست آوردن کیوه، بنابراین اگر طرفای چپ رو تقسیم بر هم کنیم طرفای راست رو تقسیم بر هم، آر2 ساده میشه کیو2 به روی کیو2 منهای 4 کیو به علاوه 2 در کیو منهای 2 اتحاد مزدوج رو ساده کردم نوشتم کیو2 منهای 4 مساوی با 640 600م. از تغییر متغیر برای حل این معادله درجه 2 استفاده کنم راحت تره، به جای کیو2 میذارم آ، بنابراین میشه آ به روی آ منهای 4 مساوی 640 600م. طرف این وسط این کنم 600 آ مساوی 640 آ منهای 4 هم میاد در 640 ضرب میشه، معلوم یه طرف مجهول یه طرف. 640 آ منهای 600 آ میشه 40 آ مساوی با منهای 4 ضرب در 640 میره طرف چپ مثبت میشه، دو طرف رو به 40 ساده کردم آ شد 64. آ برابر با کیو2 بود، بنابراین کیو میشه رادیکال 64 یعنی 8 بر حسب میکروکولون به دست میاد. با اینکه قانون کولن بود اما چرا بر حسب میکروکولون به دست میاد؟ به خاطر اینکه ما بر حسب میکروکولون نوشتیم دو طرفو، قانون کولن بود اما چون دو طرف بود اشکالی نداشت. دو طرف بر حسب میکروکولون میشه. نیروی بین دو بار الکتریکی Q و Q' با فاصله D از هم قرار دارند. این نیرو گفته F اگر اندازه هر یک از دو بار و همچنین فاصله بین دو بار 2 برابر شود، نیروی بین آنها چند برابر می شود؟ پس یه حالت اولیه داریم یه حالت ثانویه. در حالت اولیه دوباره Q و Q پریم بنا به قانون کولن F مساوی K Q بار دوم Q پرینه Q پرین تقسیم بر R به توان 2. حالا بارها رو 2 برابر میکنیم، فاصله هم 2 برابر میکنیم. Q تبدیل میشه به 2Q، Q' تبدیل میشه به 2Q'، R که اینجا D هست تبدیل میشه به 2D. میشه 4 K Q Q' به روی 4 D2. 4 با 4 ساده بشه میشه K Q Q' به روی D2 که همون Fه. اگه میگفت فاصله رادیکال دو برابر بشه به جای دی می داشتیم رادیکال دو که به توان دو می رسید می شد دو دی دو. یعنی اگر فاصله فقط رادیکال دو برابر بشه نیرو نصف میشه. دوباره نقطه‌ای از فاصله دی به هم نیروی 4 نیوتن وارد میکنه. اگر یکی از بارها نصف و فاصله دو بار دی سوم شود نیرویی که دوبار به هم وارد میکنن چند نیوتن خواهد بود؟ این که میگن زبان فیزیک ریاضیه درسته. یه قانون کولن بیشتر نیست اما میبینید عدد چقدر مسائل با ترکیبی که از تغییرات این المان ها به دست میاد ایجاد میشه. یه حالت اولیه میگیریم یه حالت دوم یا ثانویه. در حالت اول دوباره نقطه ای داریم آیا این دوبار با هم مساوی ان؟ نه پس کیو کیو پریم میگیریم. در فاصله دی از هم قرار دارن و تو این حالت کا کیو کیو پریم به روی دی دو مساوی با 4 نیوتن. بعد یکی از بارها رو نصف کنیم مثلا کیو رو نصف کنیم فرق نمیکنه کیو پریم رو نصف کنیم یا کیو رو. فاصله هم از دی تبدیل بشه به دی سوم. گفته تو اون حالت چند نیوتن به هم نیرو وارد میکنن. قانون کولن رو برای این حالت هم می نویسم F پریم مساوی کا کیو دوم ضرب در کیو پریم به روی دی سه به توان دو. این که من صورت رو نوشتم کیو سوم الان اصلاح میکنم. پس بار کیونس فاصله یک سوم دور در دور نزدیک در نزدیک کنیم میشه 9 دوم ضرب در کا کیو کیو پریم به روی دی دو که به جای کا کیو کیو پریم به روی دی دو اف که 4 نیوتونه میشه 9 دوم ضرب در 4 18 نیوتن. برآیند نیروهای وارد بر بار Q3 در شکل زیر چند نیوتن است؟ از این دست مسائل در پرسش‌های تشریحی و امتحانات هم بسیار سوال میاد. یه شکل به ما میدن گوشه‌هاش بار بعد میگن برآیند نیروها رو در این گوشه یا بر این بار پیدا کنید. این قسمت از درس دیگه وابستگی به مبحث بردارها کاملا مشهوده. بنابراین اگر در مورد برآیندگیری و بردارها نیاز هست حتما فیلم بردارها که اولین فیلم هست از صفحه فیزیک دانلود کنید. برای اینکه ما برآیند نیروهای وارد بر یه بار رو پیدا کنیم باید ببینیم چه نیروهایی بر اون بار وارد میشه بعد از برآیندگیری بردارها استفاده کنیم. اینجا دو ضلع از سه ضلع مثلث رو داده رابطه فیثاغورس ضلع سومم که وتر هست اینجا میتونیم پیدا کنیم 8 به توان 2 به علاوه 6 به توان 2 64 به علاوه 36 100 رادیکال 100 وتر میشه 10 سانتی متر. بنابراین فاصله دوباره Q1 و Q2 10 سانتی متره. حتی تو مسائلی که به شما شکل رو میدن خودتون جدا شکل رو بکشید. یکی از دلایل مهمش اینه وقتی شما شکل خود مسئله رو دستکاری میکنید، مخصوصا اگه با خودکار باشه، شکل اولیتون دست خورده میشه. اگر بخواید مروری داشته باشید بر اون چیزی که انجام دادید ببینید درسته یا نه، دچار اشکال میشه. اما وقتی شکلی مجزا رسم کنید، غیر از اینکه موجب میشه ایده به شما بده برای اینکه چیکار بکنید و یادآوری بشه از مسائل مشابهی که حل کردید، اون شکل اولی هم دست نخورده میمونه و اگه بخواید مرور کنید که حتما باید مثل مسائل ریاضی، مسائل فیزیک هم مروری داشته باشید روی اون چه که حل کردید تا مطمئن بشید درست هست یا نه، این اطمینان خیلی بیشتر وجود داره که با این بررسی مشخص بشه. برآیند نیروها بر بار کیوسه که همون گوشه قائم الزاویه این مثلث هست، چون هر سه بار مثبت هست دافعه هست. این قسمت دیگه به قانون کولن ربط نداره. ما اول بردارهای نیرو رو باید مشخص کنیم و این حتما به علامت بارها مرتبطه. F1 و 3 یعنی نیرویی که بار 1 به بار Q3 وارد میکنه به سمت چپ و بار 2 به بار 3 F2 و 3 به سمت پایین. راستای نیروها راستای خط واصل بین اونهاست. از اونجایی که دو بردار عمود بر هم هستن، یعنی F1 و 3 و F2 و 3 رو میخوایم برآیندگیری کنیم، از فرمول رابطه فیثاغورس باید استفاده کنیم. اندازه بردار F1 و 3 و اندازه بردار F2 و 3 رو به دست میارم، هر کدوم به توان 2 میرسونم، با هم جمع میکنم زیر رادیکال، میشه اندازه بردار برآیند. ما نمیخوایم بردار برآیند رو رسم کنیم، فقط اندازه‌شو میخوایم، بنابراین کافیه از رابطه فیثاغورس استفاده کنیم. اندازه بردار F1 و 3 میشه KQ1 Q3 به روی R2. فاصله بردار 1 و 3 6 سانتی متر بر حسب متر میشه 36 ضرب در 10 به توان منفی 4. بردار 2 و 3 اندازش میشه KQ2 Q3 به روی فاصلهش که 8 سانتی متر میشه 64 ضرب در 10 به توان منفی 4 که میرسیم به همون 9 نیوتن F1 و 3. بنابراین دو بردار عمود بر هم با اندازه 9 نیوتن. رابطه فیثاغورس رادیکال 9 به توان 2 به علاوه 9 به توان 2 میشه 9 رادیکال 2 نیوتن. ما یه فرمول دیگه هم برای برآیندگیری دو بردار مساوی با هر زاویه ای داریم و اون 2F کوسینوس تتا دومه. این از رابطه کوسینوس ها به دست میاد که اگر دو بردار رو بخوایم برآیندگیری کنیم، بردار سوم برابر میشه با مجموع مربعات منهای دو برابر حاصل ضرب در کوسینوس زاویه بینشون. F 2F کوسینوس تتا دوم تتا 90 درجه است، کوسینوس 45 رادیکال 2 دوم 2 ضرب در 9 ضرب در رادیکال 2 دوم هم میشه 9 رادیکال 2 نیوتن. برای هر دو برداری بخوایم برآیندگیری کنیم وقتی با هم دیگه مساوی هستن، به این صورت برآیندگیری میشه کرد. در سه رأس مثلث متساوی الاضلاع ABC که طول ضلع آن 15 سانتی متر است، سه بار نقطه‌ای QA مساوی QB مساوی منفی 5 میکروکولون و QC مساوی 5 میکروکولون قرار دارد. برآیند نیروهای وارد بر QA چند نیوتن است؟ اینجا دیگه شکل رو نداده، خودمون باید شکل رو رسم کنیم. اینکه مثلث متساوی الاضلاع هر سه ضلع برابرن، زاویه مثلث های متساوی الاضلاع با هم برابر و برابر 60 درجه، اینها رو باید به عنوان مقدمات بلد باشیم، چون این فیلم برای تمامی دانش آموزان از رشته های مختلف نظری، فنی، حرفه‌ای، کاردانش هست. بنابراین این توضیح رو دادم که اگر توی مقدمات ریاضی نیاز هست، حتما ریاضیات پایه رو که 9 حساب میشه مطالعه داشته باشید. همه رشته ها مثلثات رو در حد ابتدایی بلد هستن. من تو این فیلم در مورد اینکه چطور برآیند دو بردار مساوی از رابطه 2F یا 2 ضرب در اندازه یکی از بردارها در کوسینوس نصف زاویه به دست میاد نگفتم، به دلیل اینکه نیازمند مثلثات هست در حد بالاتر از پایه. اما اینکه از رابطه فیثاغورس استفاده میکنیم، این رو دیگه باید با توجه به اینکه در ریاضیات 8 متوسط اول قضیه فیثاغورس گفته شده و در قسمت بردارها در مورد برآیندگیری صحبت کردیم، این رو به عنوان پیش نیاز در نظر گرفتیم. یه مثلث متساوی الاضلاع رسم می‌کنیم. گوشه هاش A, B, C رو مشخص می‌کنیم. بارها رو روش می‌نویسیم. برآیند رو در گوشه یا رأس A خواسته. بار QA منفی 5 میکروکولون، QB منفی 5 میکروکولون و QC 5 میکروکولون. بنابراین نیروی بین بار A و B دافعه است و بین A و C ربایش یا جاذبه است. این نیرویی هستش که بار B به A وارد میکنه و این هم نیرویی که بار C به A وارد میکنه. ما میخوایم بین این دوتا بردار برآیندگیری کنیم. بین FBA و FCA، نیرویی که از طرف بار B به بار A وارد میشه و نیرویی که از طرف بار C به بار A وارد میشه. زاویه بین این دو بردار 120 درجه است. چرا؟ چون زاویه داخلی مثلث در رأس A 60 درجه است و بردار FCA در راستای AC، بردار FBA در راستای آبیه. اگه بخوایم از راه تستی بریم یا راه سری، میگیم FBA با FCA برابره، اندازش هم K Q2 به روی 15 صدم به توان 2 هست که از اینجا در میاد 10 نیوتن. بعد از فرمول 2F کوسینوس تتا دوم میشه 2 ضرب در 10 ضرب در 1/2 که میشه 10. البته این قسمت که FB A رو باید حساب کنیم در همون فرمول سریع برآیندگیری دو بردار مشابه با زاویه بینشون که داشته باشیم مشترکه، یعنی باید 9 ضرب در 10 به توان 9 ضرب در Q2 5 میکروکولون میشه 25 ضرب در 10 به توان -12 به روی R2 یعنی 15 صدم به توان 2 که میشه 15 به توان 2 ضرب در 10 به توان -4 ساده کنیم میشه 10 نیوتن. اینجا میتونیم بگیم 2F کوسینوس تتا دوم. اگر نخوایم این فرمول استفاده کنیم باید از قضیه کوسینوس ها استفاده کنیم. قضیه کوسینوس ها چی میگه؟ میگه ذیل سوم که اینجا همون برآیند FBA و FCA میشه. قضیه کوسینوس ها میگه در مثلث هر ذیل برابر است با رادیکال مجموع مربعات دو ذیل دیگر منهای دو برابر حاصل ضرب اون دو ذیل در کوسینوس زاویه بین اون دو ذیل. اما ما مجاز هستیم از این فرمول هم استفاده کنیم. 2F کوسینوس تتا دوم 2 ضرب در F رو در آوردیم 10 کوسینوس تتا دوم یعنی کوسینوس 120 دوم یعنی کوسینوس 60 که میشه 1/2 که میشه 10 نیوتن. از اون فرمول هم بریم FBA به توان 2 به علاوه FCA به توان 2 منهای 2 برابر FBA ضرب در FCA در کوسینوس 120 میشه 10 به توان 2 به علاوه 10 به توان 2 منهای 2 ضرب در 10 ضرب در 10 ضرب در 1/2 که میشه 100 به علاوه 100 منهای 100 زیر رادیکال که میشه 10 نیوتن. قضیه کوسینوس ها اینه، دو بردار آبی برایندشون میشه C. این یه مثلث ایجاد میکنه C به توان 2 برابر A به توان 2 علاوه B به توان 2 منهای 2 برابر اندازه A در B در کوسینوس زاویه بین A و B. هر کدوم از ذیل‌ها همین رابطه رو براش میتونیم بنویسیم. FBA به علاوه FCA هم در حقیقت اگر نگاه کنیم برآیندگیری به روش مثلثی ذیل سوم همون برآیند اون دو بردار FBA و CA میشه. در شکل مقابل QA مساوی با QB مساوی رادیکال 2 ضرب در 10 به توان -8 کولون. QC مساوی با 1 ضرب در 10 به توان -8 کولون. Q0 1 ضرب در 10 به توان -6 کولون. برآیند نیروهای وارد بر Q0 چند نیوتن است؟ باز اینجا من شکلی رسم میکنم، اطلاعات مسئله رو روش می نویسم. فاصله بار Q0 تا QA رو به ما نداده، اما ما می بینیم یه مثلث قائم الزاویه اگر در نظر بگیریم وترش میشه فاصله بین Q0 تا QA که اگر رابطه فیثاغورس رو براش در نظر بگیریم 3 به توان 2 به علاوه 3 به توان 2 رادیکال 18 میشه 3 رادیکال 2. فاصله بین Q0 و QB هم همون 3 رادیکال 2 سانتی متره. نیروهایی که بر بار Q0 وارد میشه 3 تا نیروه که هر سه هم با توجه به اینکه همنام هستن با بار Q0 دافعه است. راستای نیروها راستای خط واصل بین دوباره، یعنی اگر ما یه خطی بین QA و Q0 در نظر بگیریم بعداً دافعه هم در نظر بگیریم در Q0 F عادی و همین ترتیب برای Q0 و QB. برای Q0 و QC به سمت بالا. وقتی داشتیم بردارها رو میگفتیم گفتیم یکی از روش های برآیندگیری تجزیه است. ما اگر F عادی و F BD D چه نقطه‌ایه؟ همون نقطه‌ای که Q0 قرار داره. اگر من F عادی رو تجزیه کنم به مؤلفه‌های افقی و عمودی، مؤلفه‌های افقی F عادی و F BD همدیگر رو خنثی میکنه، یکی در سمت چپ یکی در سمت راست، فقط مؤلفه‌های عمودی باقی میمونه. با توجه به اینکه QB با QA برابره، بنابراین مؤلفه‌های عمودی F عادی و F BD با هم برابره. یا نه، بیام بگم F عادی و F BD دو بردار برابر هستن، زاویه بینشون چقدره؟ زاویه بینشون 90 درجه است. چرا؟ چون ما الان دوتا مثلث قاموس زاویه BCD و ACD داریم که این مثلث‌های قاموس زاویه متساوی و ساقینن، بنابراین زاویه‌هاشون 45 درجه است در گوشه ها، بنابراین زاویه بین دو بردار F عادی و F BD 90 درجه است. برآیندگیری که بخوایم کنیم میتونیم از رابطه فیثاغورس استفاده کنیم که معادل همون 2F کوسینوس تتا دومه. اندازه F عادی رو بخوام حساب کنم، کا QA در Q0 تقسیم بر فاصله بار A و D بر حسب متر. 9 ضرب در 2 3 رادیکال 2 به توان 2 که میشه 9 ضرب در 2. اونجایی که بر حسب سانتی متر باید ضرب در 10 به توان منفی 4 کنیم. سانتی متر به توان 2 بخواد تبدیل بشه به متر به توان 2 ضرب در 10 به توان منفی 4 باید بشه. از اینجا در میاد رادیکال 2 دوم ضرب در 10 به توان منفی 1 نیوتن. از اونجایی که F BD برابر با F AD برابر همین رادیکال 2 دوم ضرب در 10 به توان منفی 1 نیوتن، از فرمول 2F کوسینوس تتا دوم استفاده میکنیم. برایند F عادی و BD رو به دست میاریم که میشه 2 ضرب در رادیکال 2 دوم ضرب در 10 به توان منهای 1. تتا چند بود؟ تتا 90. تتا دوم میشه 45، بنابراین کوسینوس 45 رادیکال 2 دوم. 2 ضرب در رادیکال 2 دوم ضرب در 10 به توان منهای 1 ضرب در رادیکال 2 دوم میشه 10 به توان منهای 1 نیوتن. این میشه برایند F BD و F عادی. حالا باید جمع ببندیم با F CD، یعنی برایند این سه تا نیرو. اول برایند دو تا نیرو رو به دست آوردیم، یعنی عادی و BD، و بعد با CD که 1 دهم نیوتن هست جمع میبندیم. FCD چجوری در میاد 1 دهم نیوتن؟ K ضرب در QC Q0 تقسیم بر R2. 9 ضرب در 10 به توان 9 ضرب در 1 ضرب در 10 به توان منهای 6 ضرب در 1 ضرب در 10 به توان منهای 8 تقسیم بر 3 سانتی متر به توان 2 یعنی 9 ضرب در 10 به توان منهای 4. از اینجا F CD هم 1 دهم نیوتن با برایند F AD و BD که 1 دهم نیوتن نمیشه برایند کل، یعنی برایند نیروهای این 3 بار بر بار Q0 میشه 2 دهم نیوتن. 3 بار نقطه‌ای QA مساوی 4 میکروکولون، QB 1 میکروکولون و QC 2 میکروکولون در محیط و مرکز دایره‌ای به شعاع 3 سانتیمتر طوری قرار دارند که با هم زاویه 90 درجه میسازند. اگر بار QB در مرکز دایره باشد برآیند نیروهای وارد بر QB چند نیوتن است؟ رسم کردن شکل درستم خودش مهمه. وقتی میگه QA QB QC در محیط و مرکز، بعد گفته QB در مرکزه، یعنی QB رو تو مرکز قرار بدیم، زاویه 90 درجه با هم میسازن. وقتی ما سه رأس مثلث رو در نظر بگیریم، وقتی مثلث قائم الزاویه باشه میتونن زاویه 90 درجه با هم بسازن، وگرنه با سه رأس که نمیشه دوتا زاویه 90 درجه ساخت. پس یه دایره در مرکزش QB، اندازه QB 1 میکروکولون، QA 4 میکروکولون و QC 2 میکروکولون. از اونجایی که هر 3 بار مثبت هست بنابراین نیروهای اونها 2 به 2 دافعه است. حالا برایند نیروها رو بر بار QB خواسته. این FAB یعنی نیرویی که بار A بر بار B وارد میکنه، این هم FCB نیرویی که بار C بر بار B وارد میکنه. آیا FAB با FCB برابره؟ درست فاصله بار A تا B با فاصله بار C تا B شعاعن، اما اندازه بار A با اندازه بار C متفاوته. برای همین نیروی وارد از طرف بار A بر بار B متفاوت است از نیروی وارد بر بار B از طرف بار C. FAB یعنی نیروی وارد از بار A بر بار B میشه K QA QB تقسیم بر شعاع به توان 2، 9 ضرب در 10 به توان 9 ضرب در 4 ضرب در 10 به توان منهای 6 ضرب در 10 به توان منهای 6 تقسیم بر شعاع عدد 3 سانتی متر بر حسب متر میشه 9 ضرب در 10 به توان منهای 4. FCB K QB QC تقسیم بر همون 9 ضرب در 10 به توان منهای 4. FAB در میاد 40، FCB 20. برایند از رابطه فیثاغورس به دست میاد اندازش. F برایند میشه 40 به توان 2 به علاوه 20 به توان 2 که میشه 1600 به علاوه 400 رادیکال 2000. از اینجا به بعد دیگه تسلط بر ریاضیه که ما رو به گزینه درست میرسونه. رادیکال 2000 رادیکال 20 ضرب در 100، 20 رو بنویسیم 4 ضرب در 5، 4 و 100 از زیر رادیکال بیرون میاد میشه 2 ضرب در 10 میشه 20، 5 میمونه زیر رادیکال 20 رادیکال 5. پرسش بعدی هم باز مشابه هست. ولی خب این دفعه 4 تا باره. 4 بار نقطه‌ای مطابق شکل روی محیط دایره‌ای به شعاع 30 سانتیمتر روی 2 قطر عمود بر هم قرار دارن. برایند نیروهای وارد بر Q3 را خواسته. میتونیم توی رسم دوباره یه شکل یه مقدار ساده ترم شکل رو داشته باشیم برای اینکه وقتی بردارای نیرو رو رسم کردیم تشخیص اینکه برایند به چه صورت راحت تر به دست بیاد به ما ایده بده. ما الان باید سه تا بردار رو با همدیگه جمع کنیم. نیرویی که هر کدوم از بارهای 1، 2 و 4 بر بار 3 وارد میکنن. اگر Q3 رو در نظر بگیریم F13 یعنی نیرویی که از طرف بار 1 بر بار Q3 وارد میشه، از اونجا که همنام هستن بنابراین دافعه است. F23 با دافعه است، راستاش هم در امتداد خط واصل بین دو بار Q2 و Q3، اما Q4 غیر همنامه بنابراین جاذبه برای همین به این شکل میشه. حالا میخوایم برآیندگیری کنیم. مهمترین موضوع تشخیص زاویه بین بردار هاست. بردار F13 با بردار F23 زاویه چند میسازه؟ 45 درجه. بردار F23 با F43 چه زاویه میسازه؟ 90 درجه. دلیلش هم همراستا بودن بردار نیروها و خط واصل بین دو برداره. حالا میایم اندازه هر کدوم از بردارها رو حساب میکنیم. F13 یعنی نیرویی که از طرف بار 1 بر بار 3 وارد میشه. 9 ضرب در 10 به توان 9 این ثابت کولن هست. ضرب در 8 ضرب در 10 به توان منهای 6 ضرب در 5 ضرب در 10 به توان منهای 6 تقسیم بر شعاع رو داده 30 سانتی متر. بنابراین قطر که فاصله بین بار Q1 و Q3 هست میشه 60 سانتی متر. 60 سانتی متر به توان 2 میشه 3600 سانتی متر، میشه 36 ضرب در 10 به توان منهای 2 متر. دو تا صفرش با 2 تا 0 10 به توان منهای 4 ساده کردیم. که از اینجا در میاد 1 نیوتن. من اینجا نوشتم نیم نیوتن، اصلاح خواهم کرد. F23 یعنی نیرویی که از طرف بار Q2 بر Q3 وارد میشه. K Q2 Q3 تقسیم بر R2. فاصله بین دو بار Q2 و Q3 چقدره؟ یه مثلث قاموس زاویه وترش فاصله بین دو بار Q2 و Q3 هست. اگر از لای مثلث قائم زاویه C باشه وترش میشه C رادیکال 2 سانتی متر که به توان 2 میشه 900 ضرب در 2 ضرب در 10 به توان منهای 4 تبدیل سانتی متر به متر رو انجام دادیم. اما F4 و 3 هم برابر با F23 هست چون اندازه بار Q4 و Q2 با هم برابره، یعنی F4 و 3 هم میشه نیم نیوتن. F4 و 3 و F2 و 3 زاویه 90 درجه میسازن با هم دیگه. برایندشون از رابطه فیثاغورس میتونه به دست بیاد، از رابطه 2F کسینوس تتا دوم هم میتونه به دست بیاد. میشه 2 ضرب در 1/2، به جای نیم نوشتم 1/2 کوسینوس 45 درجه رادیکال 2/2 که 2 با 1/2 میشه 1، میشه رادیکال 2/2 نیوتن. حالا باید با f1 و 3 این رادیکال 2/2 رو برآیندگیری کنیم. راستای بردار برآیند f2 و 3 و f4 و 3 این قرمزی هست که رسم کردم، اندازش رادیکال 2/2 نیوتن. اندازه بردار f1 و 3 گفتم 1 نیوتنه. من اینجا اشتباه نوشتم نیم نیوتن که الان اصلاحش خواهم کرد. از رابطه فیثاغورس 1/2 یعنی f1/3 2 به علاوه رادیکال 2/2 2. رادیکال 2/2 2 میشه 1/2 به علاوه 1 میشه 3/2. رادیکال 3/2 هم میشه رادیکال 1 و نیم. یعنی برایند نیروهای وارد بر Q3 از طرف 3 بار Q1 Q2 و Q4 اندازش رادیکال 1 و نیم نیوتنه. در حالت کلی برای به دست آوردن برآیند بردارها از قضیه کوسینوس ها و یا تجزیه میتونیم استفاده کنیم. برآیند نیروهای وارد بر بار Q واقع در مرکز مربع شکل زیر چند نیوتن است؟ گفته Q1 مساوی با Q2 مساوی با Q مساوی 10⁻⁴ کولن، Q3 مساوی Q4 مساوی -10⁻⁴ کولن، AC مساوی BD مساوی با 2 متر. قطرا رو داده، اندازش رو، بعد برآیند نیروهای وارد بر بار کیو رو از طرف این 4 بار خواسته. اگر تسلط روی مبحث بردارها داشته باشیم لازم نیستش که بیایم تک تک اندازه ها رو به دست بیاریم، بعد از روابط مثلثاتی یا تجزیه استفاده کنیم. خیلی راحت میتونیم تشخیص بدیم کدوم برآیندگیری ها رو انجام بدیم که سریعتر به پاسخ برسیم، چون میدونیم جمع بردارها هم مثل جمع اعداد خصوصیت جابجایی داره، یعنی فرقی نمیکنه که ما f1 رو به علاوه f2 کنیم، یعنی بردار 1 رو با بردار 2 جمع کنیم یا بردار 2 رو با 1. بعد اگر 3 تا بردار باشه 1 و 2 رو اول جمع کنیم، یا مثلا 1 و 3 رو برآیندش رو حساب کنیم بعد با 2 برآیندش رو حساب کنیم. این دست خودمونه. روی همین شکل نیروهایی که بر بردار Q وارد میشه رو نشون میدم. اول بار Q1 چون با بار Q هم نام هست، هر دو مثبت هستند، بنابراین دافعه است. بار Q2 هم دافعه است. این برای نیرویی که از طرف بار 1 وارد میشه بر بار Q، اینم برای نیرویی که از طرف بار Q2 وارد میشه بر بار Q، و نیروهایی که از طرف بارهای Q3 و Q4 هم وارد میشن جاذبن، اندازشون هم برابره. پس میبینیم F1 رو با F4، F2 رو با F3. اگر جمع ببندیم به دو بردار عمود برهم میرسیم که برایند اون دو بردار عمود برهم میشه برایند کل. F1 Q یعنی نیرویی که از طرف بار Q1 بر بار Q وارد میشه 9 ضرب در 10 به توان 9 اندازه هر کدوم از بارات 10 به توان منهای 4 کولونه تقسیم بر قطر رو داده بود 2 متر نصف قطر از فاصلش میشه 1 متر به توان 2 همون 1 به دست میاریم میشه 90 نیوتن F4Q 90 نیوتن F1Q 90 نیوتن همراستن با هم دیگه جمع میشن میشه 180 نیوتن به همین ترتیب F2Q و F3Q هم میشه جمعش 180 نیوتن 2 تا 180 نیوتن زاویه بینشون 90 درجه میشه 2F کسینوس تتا دوم 2 ضرب در 180 ضرب در کسینوس 45 رادیکال 2 دوم 2 با 2 ساده میشه 180 رادیکال 2 نیوتن 4 بار الکتریکی Q، 2Q، 3Q، 4Q به ترتیب در 4 رأس مربعی به ضلع A قرار دارند و بار Q پریم برابر با مثبت 1 کولون در مرکز مربع قرار دارد. اگر بزرگی نیرویی که بار Q به بار Q پریم وارد می کند F باشد، برآیند نیروهای وارد بر بار Q پریم چند برابر F است. یه مربع رسم میکنیم. وقتی میگه به ترتیب یعنی چی؟ یعنی اگر یه رأس رو انتخاب کردیم حالا در خلاف جهت اقربای ساعت یا جهت اقربای ساعت شروع کنیم Q 2Q 3Q 4Q رو روی رؤوس مشخص کنیم. در مرکزش هم یعنی محل تقاطع قطرها بار کیوپرین رو داریم. از اونجایی که همه بارها مثبت هستن دافعه ابتدا نیرویی که بار کیو بر کیوپرین وارد میکنه به این صورت نیرویی که بار سکیو به کیوپرین وارد میکنه باز دافعه است. از اونجایی که فاصله کیوپرین با هر کدوم از این بارها در 4 گوشه مربع یکسانه نصف قطر مربع بنابراین نیروی F بزرگیش فقط به اندازه این بارها بستگی داره. اگر نیرویی که بار Q وارد میکنن رو F در نظر بگیریم نیرویی که بار 3Q وارد میکنه میشه 3F، نیرویی که بار 2Q وارد میکنه 2F، نیرویی که بار 4Q وارد میکنه 4F. 4 تا نیرو داریم که عمود بر هم هستن. اونایی که در راستای هم هستن میتونیم جمع و تفریق کنیم. 4F منهای 2F میشه 2F در راستای 4F. 3F با F میشه 2F در راستای 3F. بنابراین 2 تا بردار 2F عمود بر هم داریم. برایند این رو بگیریم برایند نیروهای وارد بر بار Q از جانب این 4 بار هست. فرمول داشتیم اگر دو نیرو با هم یه زاویه‌ای داشته باشن زاویه بینش رو داشته باشیم میتونیم از فرمول 2F کسینوس تتا دوم برآیند اون دو بردار رو به دست بیاریم. اینجا 2F جای F میشینه چون هر کدوم از بردارهای مساویمون 2F پس میشه 2 ضرب در 2F ضرب در کسینوس 90 دوم یعنی کسینوس 45 درجه 4F ضرب در رادیکال 2 دوم میشه 2 رادیکال 2F چند برابر F؟ 2 رادیکال 2. بنابراین بردار برایند 2 رادیکال 2 برابر F. 4 بار نقطه‌ای که اندازه هر کدام 2 میکروکولون است در 4 گوشه مربعی به ذیل 10 سانتیمتر قرار دارند. اگر علامت یکی از بارها مثبت و بقیه منفی باشد، برآیند نیروهای وارد بر بار مثبت چند نیوتن است؟ پس 4 تا بار داریم که اندازه اونها مساویه و برابر 2 میکروکولونه. یکیش مثبت، 3 تای دیگه منفیه. میگید پس چرا گفته 2 میکروکولون؟ اندازه‌ش رو گفته 2 میکروکولون. علامتش رو خودمون در نظر میگیریم برای اینکه میخوایم برآیندگیری نیروها رو انجام بدیم. تو قانون کولن ما یه نیرو رو به دست میاریم، برای همین علامت مهم نیست. ولی وقتی میخوایم برآیندگیری کنیم چند تا نیروه، باید راسته ها مشخص باشه. با استفاده از بردارها برآیندگیری میکنیم. برآیند رو گرفتیم، اندازه بردار برآیند میشه پاسخ مسئله. ما که نمیخوایم جمع جبری کنیم نیروها رو، نیرو کمیتی برداریه، بنابراین باید به صورت برداری برآیندگیری بشه. وقتی برآیندگیری شد، اندازه بردار برآیند پاسخ مسئله است. دیگه تو این مسائل نخواسته ما زاویه‌ای که بردار برآیند با افق میسازه، یا بگیم راستایی که با افق میسازه و نمایش بردار برآیند رو نخواسته، ولی میتونه این رو مطرح کنه. ما یه مربع در نظر میگیریم، به دلخواه یکی از گوشه ها رو بار 2 میکروکولون رو قرار میدیم، گوشه 4 از اونجایی که 3 بار دیگه منفی هستن، بنابراین نیروی بین این 3 بار و بار 4 جاذبه است. برای همین 3 تا بردار که هر کدوم در راستای خط واصل بین بار 4 و هر کدوم از این بارها هست رسم میشه. از اونجایی که بار 1 اندازش با بار 3 برابره و فاصله بار 1 تا بار 4 با فاصله بار 3 تا بار 4 برابره، بنابراین نیروی F14 با F34 برابره. F14 رو حساب میکنم 9 ضرب در 10 به توان 9 ضرب در 2 ضرب در 10 به توان منهای 6 ضرب در 2 ضرب در 10 به توان منهای 6 میشه 9 ضرب در 10 به توان 9 ضرب در 4 ضرب در 10 به توان منهای 12، چون 2 تا 2 ضرب در 10 به توان منهای 6 داریم، هر کدوم از بارا 2 میکروکولونه. اندازه فاصله شون 1 تا 4 اندازه ذیل مربع رو به ما داده بود 10 سانتیمتر. 10 سانتیمتر یعنی 1/10 متر به توان 2، 1/10 ضرب در 1/10 میشه 10 به توان منهای 2 تو مخرج، 100 ضرب در 10 به توان منهای 4 هم میشه 10 به توان منهای 2. ساده کنیم میشه 3.6 نیوتن. اما F24 رو میخوایم حساب کنیم. فاصله بار 2 تا بار 4 قطر مربع. اندازه قطر مربعی که ذیلش 10 سانتیمتر 10 رادیکال 2 به توان 2 میشه 100 ضرب در 2 ضرب در 10 به توان منهای 4، به خاطر اینکه میخوایم به متر مربع تبدیل کنیم. F24 در میاد 1.8 نیوتن. ما باید برآیند F14 با F34 رو به دست بیاریم. 2 بردار عمود بر همه با اندازه برابر. میتونیم از رابطه فیثاغورس یا فرمول 2F کوسینوس تتا دوم زاویه بینشون 90 درجه است، 2 ضرب در 3.6 ضرب در کسینوس 45 درجه رادیکال 2/2. از اونجایی که راستاش همون قطر مربعه، بنابراین با F 2/4 جمع میشه. یعنی 3.6 ضرب در رادیکال 2 به علاوه 1.8 نیوتن. اگر از 1.8 فاکتور بگیریم از اولی، یعنی از 3.6 ضرب در رادیکال 2 میمونه 2 رادیکال 2. از دومی یعنی 1.8 میمونه 1، بنابراین میشه 1.8 ضرب در پرانتز 2 رادیکال 2 به علاوه 1. بارهای منفی Q و Q بزرگ مطابق شکل زیر در 4 رأس مربعی به ضلع آ قرار دارند. اگر برآیند نیروهای وارد بر Q صفر باشد، نسبت Q بزرگ به Q کوچک کدام است؟ ممکنه سوال کنید کدام یکی از Q های بزرگ برآیند نیروها در اون صفره؟ فرقی نمیکنه، هر کدوم رو در نظر بگیریم پاسخی که بهش میرسیم یکیه. و چون یکی هست مشخص نکرده، پس 4 گوشه مربع بارها رو به ما داده بر حسب المان. یکی از بارها، مثلا من بار کیو بزرگ گوشه سمت چپ بالا رو در نظر میگیرم که کیو بزرگ گفته، میدونم بار کیو بزرگ پایینم در نظر بگیرم گوشه سمت راست پایین. دو تا نیرو جاذبه از منفی کیوهای کوچیک داره به کیو بزرگ وارد میشه و یه نیروی دافعه از کیو بزرگ در راستای قطر، همون بردار آبی رنگ. برآیند نیروها گفته صفر، برآیند این دوتا بردار جاذبه که با رنگ قرمز هست با خطچین مشخص کردم. یکی از این نیروهای جاذبه را حساب میکنم، میشه کا کیو کوچیک کیو بزرگ به روی آدو. اف پریم نیرویی که از جانب کیو بزرگ وارد میشه کا کیو 2 به روی رادیکال 2a تو پرانتز به توان 2. با این تصویر توضیحش یه مقدار مشخص تره. بار منفی Q گفتیم جاذبه است، نیرویی که بر Q بزرگ داره وارد میکنه. با F نشون دادم به سمت منفی Q. بار منفی Q پایینم همینجور F به سمت پایین. برآیند این دوتا از رابطه فیثاغورس یا از رابطه 2F کسینوس تتا 2 میشه رادیکال 2F. از اونجایی که نیرویی که کیو بزرگ پایین به کیو بزرگ بالا وارد میکنه دافعه است، با F بریم مشخص کردم برآیند نیروها گفته صفر باشه، یعنی F پریم باید مساوی باشه با رادیکال 2F. F پریم از قانون کولن سمت چپ میبینید نوشتم، F رو حساب کردم، F پریم هم حساب کردم، F کا کیو کوچیک کیو بزرگ به روی آدو، F پریم کا کیو به توان 2، چون هم باری که داره بهش اثر میکنه کیو بزرگ، هم خودش. تقسیم بر فاصلش قطر مربع، ذیلش آ باشه قطرش میشه رادیکال 2a به توان 2 میشه 2a2. پایین اومدم محاسبات انجام دادم، گفتم f پریم باید مساوی باشه با رادیکال 2f. به جای f پریم گذاشتم کا q2 به روی رادیکال 2a به توان 2 مساوی با رادیکال 2f. رادیکال 2 رو گذاشتم، به جای F گذاشتم کا کیو کوچیک کیو بزرگ به روی آدو. اومدم پایین، کا از دو طرف ساده شد، مخرج رو به توان 2 رسوندم، صورت کیو 2 مخرج رادیکال 2 به توان 2 میشه 2a2. طرف چپ رادیکال 2 ضرب در کیو کوچیک کیو بزرگ به روی آب توان دو. تو مرحله بعد باز ساده تر کردم، آدو رو از دو طرف ساده کردم، یک کیو بزرگ از طرف چپ با کیو بزرگ در طرف راست ساده بشه، میرسیم به کیو بزرگ به روی دو مساوی با رادیکال دو ضرب در کیو کوچیک. مخرج یکم گذاشتم برای اینکه میخوام نسبت کیو بزرگ به کیو کوچیک رو پیدا کنم. با طرف این وسطین میتونم به دو رادیکال دو برسم. نسبت بار بزرگ به بار کوچیک رو خواسته بود وقتی که برایند نیروها بر کیو بزرگ صفر باشه. دو بار الکتریکی نقطه‌ای Q1 مساوی 2 میکروکولون، Q2 مساوی منفی 8 میکروکولون در فاصله 4 سانتیمتری از هم قرار دارند. در چه فاصله‌ای از بار Q1 و چه نقطه‌ای روی خط واصل دوبار بار سوم Q3 مساوی 5 میکروکولون را قرار دهیم تا ساکن باقی بماند؟ وقتی بار ساکن میمونه که برایند نیروهای وارد بر اون صفر باشه. سوال: آیا Q3 میتونه بین Q1 و Q2 قرار بگیره؟ امتحان کنیم، یعنی بار Q1 Q2 رو نمایش بدیم، فاصلشون 4 سانتی متر، Q3 رو قرار بدیم، میبینیم که برایند نمیتونه صفر باشه چون نیروها همجهت میشن. وقتی نیروها مخالف همجهت باشن، یعنی نیرویی که بار یک به بار سه وارد میکنه خلاف جهت نیرویی باشه که بار دو به بار سه وارد میکنه، اون وقت میتونیم فاصله رو پیدا کنیم در جایی که برایند صفره. اما وقتی همراستا هستند که صفر نمیشه. پس در نقطه‌ای بین دو بار نیست، در نقطه‌ای خارج از دو بار هست و نزدیک بار کوچکتر، یعنی بار دو میکروکولونی. چرا؟ شکل فرضی رو در نظر بگیرید. بار Q3 در خارج از خط واصل Q1 و Q2 در راستاش، ولی نزدیک بار کوچکتر یعنی دو میکروکولون. بار Q3 رو اگر قرار بدیم میبینیم نسبت به بار کوچکتر دافعه، نسبت به بار بزرگتر که دورتر هست جاذبه داره. حالا میخوایم دی رو پیدا کنیم. وقتی یه نیرو به یه طرف و نیروی دیگه به طرف دیگه، اینجا یه نیرو به طرف چپ یه نیرو به طرف راست، میتونه برایند صفر باشه، اما در چه فاصله ای از بار دو میکروکولونی؟ میایم حساب میکنیم با در نظر گرفتن فاصله بار Q3 از بار Q1 به اندازه D. فاصلش تا بار Q2 میشه دیگه به علاوه 4. تبدیل لازم نیست بکنیم بر حسب SI. چرا؟ چون دو طرفه. وقتی ساده کنیم میرسیم به 1 به روی D2 مساوی با 4 به روی 4 به علاوه D به توان 2. از دو طرف جذر میگیرم، میشه 1 D مساوی 2 به روی 4 به علاوه دی. طرف این وسطه این میکنم، میشه 4 به علاوه دی مساویه با 2 دی. دی در میاد 4 سانتی متر. پس در فاصله 4 سانتی متری در خارج از دو بار نزدیک بار دو میکروکولونی. دو بار الکتریکی Q1 مساوی 0.2 Q و Q2 مساوی منفی 0.8 Q در فاصله 8 سانتی متری از هم قرار دارند. بار آزمون یه بار Q مثبت در چه نقطه و چه فاصله از بار Q2 قرار دهیم تا برایند نیروهای وارد بر بار آزمون صفر شود؟ میبینید که اهمیت نداره بار آزمون چند کولوم باشه، از اونجایی که دوبار همنام نیستن، در نقطه‌ای خارج از دوبار و در نزدیکی بار کوچکتر که اینجا Q1 هست 0.2 Q برآیند 0 میشه. این که چرا بار آزمون اهمیت نداره به خاطر این هست وقتی ما نیروی چپ و مساوی با نیروی راست قرار میدیم طبق قانون کولن بار آزمون توی هر دو وجود داره، دو طرف ساده میشه. Q1 0.2 Q Q2 منفی 0.8 Q در نقطه‌ای نزدیک بار کوچکتر برآیند 0 میشه. چرا؟ چون نسبت به بار بزرگتر فاصله بیشتر، نسبت به بار نزدیکتر فاصله کمتره، بارم کوچکتره. قانون کولن برای این دوتا بردار قرمز رنگی که رسم کردم در نقطه خارج از دو بار که صفر میشه می نویسم 0.8 Q. دیگه بار آزمون رو ساده شده در نظر گرفتم و K هم ساده کردم. 0.8 Q به روی 8 به علاوه D به توان 2 مساوی 0.2 Q به روی D2. مثل مسئله قبل حل میکنیم. D میشه 8 سانتی متر، بنابراین در فاصله 16 سانتی متری از بار Q2. متشکرم. خدا نگهدار.